درود بر بینندگان عزیز، درود بر ملت بزرگ ایران و درود به روان همه جانباختگان در راه ایران زمین. من اسدالله نصر اصفهانی هستم و برنامه جبهه هماهنگ مبارزان ایران و شورای نجات ایران رو امروز در خدمت مهمانان عالی‌قدر سرکار بانو ماندنان زند کریمی و جناب آقای کوروش کرهور کنشگر سیاسی خدمتون تقدیم میکنم. همونطوری که بینندگان با چهره های سیاسی این دوستان گرانقدر آشنایی دارن، سرکار بانو ماندنا زند کریمی دبیر سازمان همبستگی زنان ایران هستند و فعالیت های ایشان چه از نظر حقوق زنان و چه فعالیت های سیاسی در کنگره آمریکا مورد ستایش همه دوستان هست. جناب آقای کوروش کلهور که از مبارزین بسیار بسیار قدیمی هستند، کنشگر سیاسی هستند و فعالیتشون در زمینه براندازی و مبارزه با جمهوری اسلامی بسیار چشمگیر هست و علاوه بر اون ضمناً در جبهه هماهنگ مبارزان ایران و شورای راهبردی به رایزنی به ما افتخار دادن که تشریف داشته باشن اونجا. در هر صورت امیدوارم که دوستان بتوانیم از این برنامه بسیار استثنایی بهره گیری مناسب بکنیم. قبل از اینکه بنده وارد برنامه بشم، میخواستم خدمت بینندگان عرض بکنم که بر اساس آنچه که تلفن هایی شده و تقاضا شده که همیشه دوستان نظرشون رو اعلام بکنن، بیشتر بینندگان مطلبی رو عنوان میکنن و این است که شما مثل سایر تمام کسانی که به عنوان اپوزیسیون برنامه های تلویزیونی اجرا میکنید، بیشتر به بعد از براندازی تکیه دارین و راجع به اون برنامه ها صحبت میکنید، ولی کمتر راجع به این که ما چگونه از این وضع نامساوان حرکت بکنیم و برسیم به براندازی صحبت نمی کنیم. حالا امروز سعی شده که ما بیشتر راجع به همین زمینه صحبت بکنیم و در آینده هم سعی می کنیم نظر بینندگان عزیز رو بیشتر رعایت بکنیم. آنچه که من می خوام به عنوان مقدمه عرض بکنم این است که همونطوری که بینندگان عزیز اطلاع دارند، در 39 سال بعد از اینکه این جمهوری اسلامی با تزویر خدعه پیگیری کرد و پایه‌گذاری شد، بالاخره بعد از 39 سال این اپوزیسیون که در واقع کار مهمی نمیتونست انجام بده، ولی ملت ایران خودشون به پا خواستن و در دیماه 2017 یک جنبش خودجوش بسیار چشمگیر آغاز به کار کرد که در واقع دیماه 2017 میتواند به عنوان یک نقطه عطفی در برنامه‌های اپوزیسیون و خیزش مردم ایران به حساب بیاد. همونطوری که اطلاع دارن در برنامه گذاشتم بنده عرض بینندگان رساندم این است که ما همه فعالیت‌هامون در این قسمت اپوزیسیون واقعا در کنگره همبستگی ایرانیان و جبهه هماهنگ مبارزان این بود که بتوانیم روشی انتخاب کنیم، راه کارهایی انتخاب کنیم، اهم از افشاگری‌ها یا هر سیستم اطلاعاتی یا سیستم اداری یا سیستم ارتباطی که بتوانیم مردم رو تشخیص بکنیم و تشویق کنیم برای اینکه بیان به صورت جمعی اعتراضات خودشونو که به صورت خاموش داره انجام میگیره به صورت علنی و آشکار و با صدای بلند اعلام کنن، که این کار خود به خود از طرف ملت ایران انجام گرفت و در واقع از لحاظ برنامه خود ما به عنوان جبهه هماهنگ مبارزان ایران و شورای نجات ایران بیش از 50% کار انجام شده و اون به صورت خودجوش به وسیله ملت بزرگ ایران انجام گرفته. همونطوری که بینندگان اطلاع دارن، در حال حاضر شبکه‌های اجتماعی مختلف در حال اعتراض و اعتصاب و تظاهرات هستند
چه از سوی کارگران، چه از سوی کامیونداران، مالباختگان، بازنشستگان و سایر طبقات اجتماعی، به خصوص جنبش زنان شیردل که در برابر حجاب دارن ایستادگی میکنن و در واقع بهترین و مهمترین و پیشروترین طبقات اجتماعی هستند برای انجام براندازی و در واقع به طور غیر رسمی پرچمدار این مبارزه هستند. البته چون جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعاتش حالا با الهام از کشورهای دیگه یا دستور کشورهای دیگه هست، این است که هر موقع یک فعالیتی به وجود میاد بیان به صورت در واقع موازی و بدیلش رو اجرا میکنن تا بتوانن اون اثر اجرایی اون جنبش رو از بین ببرن. از جمله این که گفته میشه، البته معلوم نیست گفته درست باشه یا نباشه، که بسیاری یا لااقل تعدادی از این حرکت ها برنامه‌ریزی شده به وسیله خود جمهوری اسلامی. البته این یه ادعاست، شاید همین ادعا هم از خود سوی خود جمهوری اسلامی مطرح میشه که بتوانن یه مقداری اثر این حرکت عظیم رو کمرنگ‌تر بکنن. حالا همونطوری که بینندگان اطلاع دارن، چون این جنبش کارگران نیشکر هفت تپه که در واقع جلودار این مسئله بود، جمهوری اسلامی رو واقعا ناراحت کرده بود و بسیار نگران شده بودند. یکی از ثروتمندان ایرانی در خارج با پرداخت حقوق عقب مانده این کارگران که البته گفته می شود نیت خیرخواهانه داشته، ولی عملا با این کار این اعتراض و تظاهرات کارگران رو خاموش کرد، و بعد این شخص که در حدود 100 هزار دلار هم پرداخت کرده برای یک آگهی در نیویورک تایمز در مخالفت با جنگ، که اونم کار بسیار درستیه، ولی این حرکت به هیچ وجه قابل توجیه نیست. گفته می شود، بدون اینکه من هیچ سندی داشته باشم، گفته می شود که این کار رو به این امید انجام داده که بتواند در آینده کویر لوت در اختیارش باشه برای دفن زباله‌های اتمی. حالا این مسائلی است که بعداً کاملا مشخص باشه. در هر صورت من از دوستان گرانقدرمون که معرفی کردم سوالات مشخصی دارم. پرسش نخست من از بانو زند کریمی، ماندانا زند کریمی، و اون است که با توجه به اون چی که عرض کردم و با توجه به شرایط موجود در ایران، به نظر جناب‌عالی چه شعار محوری میتواند تمام این جنبش هایی که الان وجود داره خوشبختانه اینها رو به هم پیوند بده تا ما بتونیم به براندازی برسیم، و آیا غرور ملی میتواند پایه‌گذار این شعار محوری باشه یا خیر، و آیا در جنبش های ضد دیکتاتوری در سطح جهانی نظائری شما سراغ دارید که موفقیت مردم بر اثر غرور ملیشون بوده باشه؟ خیلی متشکر میشم. خواهش میکنم. البته اون چی که ما داریم میبینیم در جامعه جهانی امروز، مخصوصا کشورهای پیشرفته، تمام کشورهای مثلا اروپایی یا آمریکا یا کانادا یا همه این کشورها، شما وقتی که ما الان 40 ساله داریم تو این کشورها زندگی میکنیم و داریم و آشنایی پیدا کردیم به فرهنگشون و به اصطلاح دلیل موفق بودنشون در اولا استقلالشون و بعد هم در مورد این که یک دموکراسی و آزادی و تساوی حقوق و همه این برنامه ها رو داشته باشن بدون این که دری باز بشه برای دیکتاتوری و یا خارجی ها قرار باشه بخوان به اصطلاح در ایران تغییر رژیم بدن در آینده. اما این کشورها
دلیل اینکه تونستن یک دموکراتیک مداوم باشن و ادامه پیدا کنن و از بین نرن، دلیلش این بوده که اینا، ما داریم میبینیم مرتب فیلم‌های سینمایی و تلویزیون، برنامه‌های تلویزیونی هست راجع به افتخارات تاریخی کشورهای غربی. ما داریم میبینیم که در آمریکا مرتباً کسان به اساس سرود ملی که میزنن دستشون رو میذارن رو قلبشون. ما میبینیم که همه به اساس مفتخرن از فرهنگی که دارن، غرور دارن به فرهنگشون. به همین دلیل اینا تونستن دوام بیارن، به همین دلیل تونستن که دموکراسی و آزادی و به اصطلاح استقلال ملیشون رو نگه دارن و کسی نتونه تجاوز کنه بهشون، و اینکه کشورها پیشرفت‌های اقتصادی، فرهنگی و هنری، علمی داشته باشن، که ما ایرانی ها پیش برد تمام این کشور این برنامه ها بودیم. بنابراین مهمه برای ما ایرانی ها که نه تنها مسئله در مورد وضع اقتصادی دیکتاتوری همه این برنامه ها هست، بلکه این دیکتاتوری که در حدود 40 سال از زمان صفوی تحمیل شده به ملت ایران، که ایران هیچی نیست، مهمتر اسلامه. و حتی در کشورهای غربی امپریالیستی میگن که بله فرهنگ شماها آخوند شیعه است و مذهب شیعه است، در حالی که این فرهنگ ما نیست. به همین دلیل ما ایرانی ها باید غرور فرهنگی و ملی داشته باشیم، و اگر ما این غرور فرهنگی و ملی رو داشته باشیم، ملت ایران مبارزاتش بر علیه دیکتاتوری فاشیست مذهبی خیلی بهتر و مهمتر خواهد بود، و در آینده میتونن دیگه با غرور ملی که دارن میتونن جلوگیری کنن از بازگشت به اصطلاح فاشیسم مذهبی اسلامی و بقیه بلاهایی که به سر ما اومده در 400 سال گذشته و ایران رو به اصطلاح به ایران تحمیل شده و ملت ایران رو تحقیر کرده. بله بسیار متشکر، سپاسگزار. البته خب این بحث غرور ملی ارتباطی پیدا میکنه به فرهنگ ایران، و بعدم به پرسش بعدی من از جناب کوروش کلهر. جناب کوروش کلهر، جناب رئیس تشریف دارین در برنامه، صدای منو می‌دارین؟ بله، من یه مدت کوتاهی اینترنت رو از دست دادم و مجبور شدم دوباره برگردم، اگر اون مدت در حاضر نبودم در این نشست خیلی عذرخواهی میکنم. عرض کنم که پرسش بنده این است که جنابعالی اخیراً در این رسانه ها و به خصوص در اینترنت مطالبی به عنوان نظریه سیاسی یا به قول من داکترین خودتون ارائه دادین، و خلاصش این است که ما برای این که بتوانیم به اون براندازی برسیم، راه کار این است که ما متکی باشیم به ناسیونالیسم ایرانی، که البته به گونه ارتباط پیدا میکنه به غرور ملی که بانو زنده کریمی اشاره کردن. میخواستم راجع به این نظریه و داکترینتون یه مقداری توضیح بدین و مکانیسم این که چگونه ناسیونالیسم ایرانی میتواند منجر به سرنگونی این رژیم بشه یا براندازیش بشه توضیح بفرمایید. خیلی متشکرم. بله، صحبتهایی که من توضیحاتی که خواهم داد هم مطابقت داره با اندازه زیادی با صحبتهای سرکار خانم و همچنین گفته های حضرت علی در شروع نشست. این عمر جمهوری اسلامی همینطوری که اشاره شده بهش، به عقیده من و به عقیده خیلی ها از دو قسمت کاملا متفاوتی تشکیل شده. یک، حیات 39 ساله است که نه مردم ما و نه ما فعالین سیاسی در خارج از
کشورمون اطلاعاتی داشتیم که دقیقاً مردم ما چه میخوان، چجوری میتونیم با خواسته های اونا همراهی داشته باشیم، چجوری میتونیم بفهمیم که در اون مملکت واقعاً اینها به دنبال چی هستن. نگاه میکردیم به این انتخابات پشت سر همی که انجام میشد و در این انتخابات با وجود مخالفت های مخالفین جمهوری اسلامی مردم ما میلیونی در این انتخابات شرکت میکردن و هیچ توجهی به این نداشتن که در این انتخابات شرکت کردن چقدر به عمر و حیات این رژیم اضافه میکنه. ما هم در اینجا مونده بودیم که چه میشه کرد. تمام حرکاتی که ظرف 39 ساله اول مخالفین جمهوری اسلامی در دنیا انجام داد، اینها حرکاتی بود که در تاریکی محض و فرستادن تیر در تاریکی و امید اینی که تیر از حلقه انگشتر رد میشه بود، نه اینکه در ظرف این 39 سال انجام کاری انجام داده نشد. در ظرف این 39 سال کار بسیار مهمی که انجام شد، نتیجه شو بعد 39 سال ما میبینیم و اون نشون میده که مخالفین جمهوری اسلامی ما ملیون به چه طریق دشمنی خودمون با این رژیم ایرانی نشون دادیم و سرانجام مردم ما در دسامبر 2017 اومدن و به دنیا نشون دادن و خط قرمزی کشیدن روی تمام پیشبینی های اتاق های فکری غرب در اینه که جمهوری اسلامی دارای پشتیبانی است، جمهوری اسلامی انرژی جامعه رو با اعمالی که انجام میکنه گرفته و از همه گذشته، جمهوری اسلامی دارای رژیم جانشین نیست. مردم ما بعد از 39 سال اومدن نشون دادن که نظریه اول باطله، مردم به پا خواستن بر علیه جمهوری اسلامی و اعتقادات فلسفی و فکری و مرگ بر جمهوری اسلامی گفتن. از دو قسمت تشکیل شده بود این جمهوری که نه جمهوری هست و نه یه حکومت، یه حکومت مذهبی هست و هم اسلامیش. اومدن نشون دادن که نه جربزه دارن که در میدان باشن و این رژیمو بالاخره از پا بندازن و از همه مهمتر اومدن گفتن ما جانشین داره. قبل از اون اتفاقات تو مملکت ما افتاده بود، مردم ما می رفتن به دیدار مزار کوروش، مردم ما تمام اشاراتشون به هویت ملی ما بود، سرچشمه تمام این فعالیت ها به اساس و بر این منوال پایه‌ریزی شده بود که مردم ما متوجه شدن که یک رژیم اجنبی، سرانشون اجنبی، افکارشون اجنبی، چجوری هویت ملی ما رو مورد هجوم قرار داده. اینها رو نسل جوان ما متوجه شدن. این نسل از پدران خودشون میپرسیدن که چه کم داشتید که اومدید یک چنین انقلابی رو کردید. بارها این صحبت ها رو ما شنیدیم از اون کسانی که از ایران اومده بودن و ما باهاشون صحبت کردیم یکایه، که اینها با هر کی که صحبت میکنن میگن من یکی نبودم، من مخالف بودم. به هر حال این نشون میده که مردم ما از این رژیم گذشتن. بر چه اساسی گذشتن؟ بر اساس هویتشون. 15 سال پیش یک از دوستان بسیار نزدیک بنده و سرکار خانم و حضرت علی جناب دکتر نمز روح شاد باشه، داریوش همایون 15 یا 16 سال پیش اومد اعلام کرد که من اخطار دارم میکنم، من دارم هشدار میدم که سیاستی در ایران داره اجرا میشه با عنوان فدرالیزم که این عمل برای تجزیه ایرانه. بعد 15 سال ما شاهدش هست. من با اون 39 سال به خاطر اینکه به یه نتیجه برسم
اونها رو آبهای از زیر پل رفته میبینن. فعالیت هایی که در 39 سال اول شد تمام تیرها در تاریکی بود، به غیر از چند چیزی که یه نتایجی مخصوصی داشت. 16 ماه پیش عمر نیمه دوم عمر جمهوری اسلامی شروع میشه. در این 16 ماه فعالین سیاسی به صور مختلف در این ادعا بودن و خواسته بودن که نجات ایران در یک پارچگی مخالفینش بر علیه جمهوری اسلامیه. غافل از این بودیم که بنده خودم یکی از مشوقین این افکار بودم. ما غافل از این بودیم که ریشه ای که سیاست هایی در دنیا بر علیه ایران پای ریزی کرده، به وجود اومدن هسته های گروهیست و گروه هاییست برای تجزیه ایران. این افراد اول با عنوان فدرالیسم شروع کردن، یه مدتی که گذشت این افراد صحبتاشون تبدیل به تجزیه طلبی و فدرالیسم شد. تمام اینها پایه های تجزیه ایران بود تا به امروز. مایی که میلیون هستیم یک انسجامی نداریم، ولی نگاه بکنید دستجات مختلف جمهوری خواه اینا ائتلافاتی کردن، چپ ائتلافاتی کرده، چپ ملی ائتلافاتی کرده، ما این که هنوز در خم اول کوچه است. چرا؟ در شروع همه ما فکر میکردیم چون ما در اکثریت هستیم باید از همه ایرانی ها دعوت بشه که بیان در یک اجتماع منسجم با هم یک پارچه بر علیه جمهوری اسلامی بشه. که خواب خوشی بود این مطلب. ما در این تصور بودیم کسانی که پایه‌گذار به وجود آمدن جمهوری اسلامی بودن بیان با ما برای از بین بردن پدرخوانده‌شون یک پارچه بشن. که اشتباه بزرگی رو ما مرتکب شدیم که توجه نکردیم که مردم ما چه میخوان. ما فقط به دنبال چیزی که رفتیم ببینیم بعد از اینه که جمهوری اسلامی و این رژیم غیر ایرانی واژگون شد، ما چجوری جامعه رو اداره بکنیم، چه نوع حکومتی رو واسه آینده در نظر بگیریم و به مردم بگیم که ما برای شما تحفه آوردیم. مردم ما به همین طریقی که الان ما با هم صحبت میکنیم این صحبت ها رو کاملا شنیدن، فهمیدن که اولا کمی از ما ندارن، در موارد بسیار زیادی قدرت فکری و تصمیم گیریشون به مراتب بهتر از ماست و اونا میدونن واسه مملکتشون چی میخوان، آیندهشون چی هست. دست اون کسایی که واقعا به دنبال این پروژه ها و این حرکات رفتن درد نکنه. من با هیچ کدوم از این حرکت ها اختلاف ندارم، ولی ائتلاف هم ندارم. ما همه این کارا رو کردیم، تمام این نقشه ها رو به صورت آرکیتکت های بسیار مجرب این نقشه ها رو کشیدیم، ولی فاقد زمینی هستیم که این ساختمان رو که میخوایم درش بنا بکنیم اینا، این زمین دست ما نیست. هیچ کس به دنبال این نرفت، فقط ادعا شد، فقط تفکر این بودش که بله ما باید برنامه براندازی هم داشته باشیم. ولی در هیچ کدوم از این سازمان ها به غیر از اون چیزی که در نوشته وجود داره در عمل هیچی تعیین نشد. من به این نتیجه رسیدم، به یک درک میکنم خواسته ملت ایران، درک میکنم که اینها در چه عذابی هستن. من پیشنهاد کردم که نجات مردم ما پایش بر اساس ناسیونالیسم ملیه. ناسیونالیسم ملی یک اعتقاد و یک تفکر جدیدی است که چند سده بیشتر عمر نداره. پایه‌گذار دموکراسی در دنیا بوده. بعد از اضمحلال تمام این
امپراتوری های مختلف از روسیه و چین و نمیدونم عثمانی و با این حرفا، کشورهایی بر اساس ناسیونالیسمشون به وجود اومدن. اینها پایه‌گذار دموکراسی در اروپا شدن. دموکراسی رو لیبرال های امروزی که قافیه رو باختن و میدان رو باختن بدنام کردن. ناسیونالیسم رو بهش عنوان شوونیسم دادن، عنوان پاتریوتیسم بهش دادن، بدون این که درک بکنن ناسیونالیسم چیه. من در نوشته خودم سعی در این کردم که این تفاوت ها رو برای متفکرین سیاسیمون حتی مطرح بکنم. ما تنها راهمون استفاده از ناسیونالیسم ملی است. این ناسیونالیسم ملی در وجود یکایک ایرانی ها هست. در جلسه‌ای که بودیم و شاید افرادی الان گوش میکنن، من اعلام کردم و الان هم اعلام میکنم همه ایرانی ها ایرانی نیستن. اون ایرانی که به دنبال زبان خودشه، اون کسی که ادعا میکنه ایرانی هست ولی میخواد گوشه ای از مملکت رو جدا بکنه، اون ایرانی نیست. بله، در ایران به دنیا اومد، از مواهب رژیم گذشته استفاده کرد یا نسبت بهش ظلم شده، هر چی که هست. حالا میگه که من زبان خودم رو باید داشته باشم، حکومت خودم رو باید داشته باشم، بعد اسمشو میخواد بذاره ایران. نه، ایران فقط مال ایرانی هاست. ایران یه مرز معین داره، ایران یه پرچم معین داره، پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان. ایران یک تاریخ بسیار مشخص داره، ایران یک زبان داره، اون زبان فارسی است. هزار سال پیش فردوسی اومد و اعلام کرد بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین فارسی. موقعی که از حسن هیکل این روزنامه‌نگار مشهور عربی و مصری سوال میکنه که فرق ایران و مصر کجاست، در چی هست، اعلام میکنه که ایران فردوسی داشت و ما نداشت. ما بدون فردوسی و بدون زبان فارسی عرب شده بودیم. ما ایرانی هستیم، احترام میگذاریم به اقوام دیگه. عرب واسه خودش فرهنگ داره، ما برای خودمون فرهنگ داریم و باید با استفاده از احساسات ناسیونالیسم ملی که بسیار جدا از ناسیونالیسم قومی است مملکتمون رو از این رژیم پس بگیریم. چجوری پس بگیریم؟ برای این کار میباید ستاد براندازی تعیین بشه، تشکیل بشه. این افراد باید از افراد مجرب باشن، دست و آموزش دیده باشن در مورد این کارها. این افراد باید انتخاب بشن به مردم ایران. بعضی از اونها مردم ایران معرفی خواهند شد و بسیارشون اصلا اسمی ازشون برده نخواهند شد، جانشون در خطره. حرفی رو که ما میزنیم و اگر این ستاد براندازی به وجود بیاد، ما با جان خودمون میخواییم بریم بازی بکنیم. بعد به دنیا باید خودمون رو نشون بدیم، به فرهنگ خودمون رجوع بکنیم که فرهنگ ما به دنبال رهبر میگرده برای نجات خودش. به فرهنگمون، به تاریخمون رجوع کنیم. الان در حالتی که ما با هم صحبت میکنیم، اگر روزی شما بیاید این موضوع رو اعلام بکنید و بگید که این برنامه رو دارید، هموطنان دیگتون در سازمانهای دیگه تمام برنامه های بعد از براندازی رو تهیه دیدن، دستشون درد نکنه، دستشون درد نکنه اون کسایی که برای 50 سال آینده ایران و دوباره سازیش میخوان پروژه تهیه بکنن، دستشون درد نکنه. دست اون کسایی هم که معلوم نیست شب قبل چه خوردن و روز بعد چی میخوان تحویل بدن در مورد اینکه قانون اساسی تهیه میکنن، دست اونا هم درد نکنه. ما با اونا کاری نداریم. ما میخوام به ملت ایران بگیم میخوام ایران رو نجات بدیم، تحویل شما بدیم. ادعا نخواهیم داشت که حکومت خواهیم کرد. ما حکومت رو مال مردم میدونیم، انتخابش رو مال مردم میدونیم.
هموطنان عزیزم، ما میخوایم یه مملکتمون رو نجات بدیم. این احتیاج به فرماندهی داره، این احتیاج به برنامه ریزی داره، این احتیاج به افراد متخصص داره. این سوالی که از من سوال کردید و من جواب دادم و با این حالت طولانی، این احتیاج به واقعا نشست‌های دیگه داره، مقدماتش فراهم شده. من امیدوارم به نتیجه برسه، ولی من شخصا به عنوان یه فردی که 40 سال با این رژیم می جنگم، از اون روزی که نطفش بسته شده تا به این روز، تنها راه نجات مملکتمون استفاده از احساسات ناسیونالیزم ملیمون می دونم. این احساساتو هر کسی در ایران شما در موردش صحبت بکنید می دونه چیه. از هر کسی بپرسید که فردوسی برای اینی که زبانتون یک پارچه و یکی بمونه و پارسی باشه میدونه این چیه. آقا اون کسانی که در بلوچستان به دنبال جدایی ایران هستند، بزرگترین قهرمان اسطوره ما رستم بلوچ در زابلستان به دنیا اومده. اینا دارن با کی دارن صحبت میکنن؟ در مورد چی دارن صحبت میکنن؟ اینا میخوان مملکت رو جدا کنن. از این حرفا استفاده میکنن، از این قلمبه سلمبه های لیبرال دموکراسی استفاده میکنن و میخوان ناسیونالیزم و منفی نشون بدن و برابرش بکنن با زباله هایی که اصلا ارتباطی با ناسیونالیزم ملی نداره. من در اینجا سخنان خودم رو کوتاه بکنم، تصور میکنم فرصت آنچنانی نباشه که من بیش از این توضیحاتی عرض بکنم. بسیار متشکر جناب کلهور. کاش وقت ما 4-5 برابر بود که جنابعالی میتوانستید توضیح کامل بدید. حالا امیدواریم که در برنامه های بعدی این فرصت باشه که در خدمتون باشیم و بیشتر استفاده بکنیم. با این ترتیب شاید ما به کل اون برنامه‌ای که قرار بود برسیم نخواهیم رسید، ولی من سعی میکنم که سوالات بعدی رو کوتاه‌تر بکنم و عرض کنم که دوستانم لطف بفرمایند تا حدودی که براشون مقدور هست پاسخ ها رو کوتاه بفرمایند. عرض کنم که سوال بعدی بنده از بانو زند راجع به همین غرور ملی که صحبت فرمودید، که این غرور ملی که رب پیدا میکنه به اون چیزی که الان جناب کلهور صحبت کردن راجع به نسلیس ملی، این قرنها در متن جامعه ایرانی وجود داشته و منحصراً در اختیار یک باور سیاسی، مثلا باورمندان به مشروط پادشاهی پارلمانی نداشته، ولی میتوانه تمام کسانی هم که باورمند به سامانه جمهوری هستند، منهای اونایی که از بیگانه دارن الهام میگیرند، ولی کسانی که جمهوری خواه هستند و واقعا ملیگرا هستند، خودشون رو عضو ملت با تعریفی که الان آقای کلهور کردن جزء اون گروه هستند، آیا اینها میتوانند از این غرور ملی برای برقراری حکومت مردم سالار و در نهایت رفاه و آزادی مردم بهره بگیرند؟ خلاصه اینی که به نظر جناب‌عالی آیا این غرور ملی مربوط به یک گروه ویژه‌ای در ایران هست یا شامل همه ملت ایران میشه؟ خیلی متشکرم. بله، اون چیزی که ما میبینیم در تاریخ 1400 سال از زمان حمله اعراب به ایران و بعد هم حمله مغولا، حمله ترکا، حمله تاتارها، ما در حدود 1300 خورده ای سال ما زیر حکومت خارجی و اجنبی بودیم، اما هنوز هم ایران و ایرانیت سرپاش واسده. با وجود همه این کسانی که اومدن و رفتن، ما دیدیم در تاریخ ایران که هر کس که اومده به ما پیوسته، به فرهنگ ایرانی پیوسته و ایرانی شدن. البته زبان ها مونده برای یه عده‌ای، مسئله نیست، میتونن زبانشون رو داشته باشن، ولی اون چی که مسلمه اینه که ایران همیشه بوده، هیچ فرقی هم نکرد،
فرق کرده زیاد، برای خاطر اینکه نفوذ 400 سال از زمان صفویه تا به حال آخوند شیعه به اصطلاح غرور ملی ایرانی ها رو از بین برده بود. تا 50 سال کریم خان زند اومد بیرونشون کرد، استقلال ملی ذریع به وجود آورد، بعدش هم پهلوی ها اومدن و تازه شروع شده بود که ما فرهنگ و تاریخ و میراثی رو که ما در قرن 21 این جهان فرهنگ تمدن قرن 21 جهانی خیلی از ما درش وجود داره که نه ما خودمون میدونیم و ضمناً کشورهایی که همش کشورهای غربی هم میگن که تمدن غربیه، در حالی که همچین چیزی نیست. تمدن ایران خیلی سهم داره در این تمدن غربی قرن 21 و ما نمیتونیم، باید بدونیم که قدرت داشته باشیم، اعتماد داشته باشیم به خودمون، احترام برای خودمون قائل بشیم و اجازه ندیم که افرادی مثل رژیم جمهوری اسلامی بر علیه ما بخوان ما رو محکوم و متهم کنن و توسری بخوریم ازشون. بعد از 400 سال دیگه بس برای ما. اما اون چی که مسلمه اینی که ما باید به خارجی ها بگیم ما کی هستیم. ما باید به اینا بگیم آها اینی که شما ها ساختین و تحمیل کردین به کشور ما، این فرهنگ ایرانی نیست. فرهنگ ایرانی فرهنگ خوارزمیه که جبر به وجود آورد، لگاریتم به وجود آورد و اینترنت شما ها امروز بر اساس اختراع خوارزمیه. فرهنگ شما امروز پایه های حقوق بشری که توی سازمان ملل گذاشته کوروش کبیر ایرانی گذاشته. فرهنگی که شما در این صحبتشو میکنین شماره های بدون صفر ریاضیات وجود نداشته، اصلا نمیتونسته باشه و اینو راضی ایرانی شماره صفر رو اضافه کرده که در فرهنگ قرن 20 و هزاران هزار دیگه از فرهنگ آرشیتکتور ایرانی در خاور در کشورهای جهانی قرن 20. بنابراین ما ایرانی ها در این فرهنگ قرن 21 غرب سهم خیلی زیادی داریم، ولی نه خودمون میدونیم نه با این رژیم ما دربارش مطالعه میکنیم و پیگیری میکنیم، نه اینکه به اروپایی ها میگیم، به خارجی ها میگیم که ما در این فرهنگی که شماها دارید، آمریکایی ها خبر ندارن که دو تا از به اصطلاح مسئله توی حقوق بشر به لایحه آمریکا، قانون اساسی آمریکا از لایحه حقوق بشر کوروش کبیر گرفته شده به وسیله به بنیانگذاران این کشور تامس جفرسون که تمام اسناد و مدارکش وجود داره که خودش نوشته. یکیش آزادی پرستشه که ما ایرانی ها امروز نداریم ولی پایه‌گذار آزادی پرستش بودیم، و یکی آزادی مالکیته. این دوتا در قانون اساسی آمریکا از لایحه کوروش کبیر گرفته شده. ما در قانون اساسی آمریکا سهم داریم، از فرهنگ ما گرفته شده. بنابراین ما ایرانی ها باید اول افتخار کنیم به فرهنگمون، به تاریخمون، به گذشتمون، و باید این افتخار رو با خودمون نگه داریم. حالا من شنیدم یه عده میان میگن فاشیسم رو نمیدونم، ناسیونالیسم نمیدونم چی چی، اینا تمامش فاشیسم اصلا فرهنگ ایرانی نیست، فرهنگ اروپاییه. ما میدونیم که فرهنگ اروپایی فاشیسم بر اساس، یعنی پایه های فاشیسم بر این گذاشته شده: ایمان یعنی مذهب، اطاعت یعنی رژیمی که الان موجوده، و جنگ. جمهوری اسلامی بر یک فاشیسته، یک تشکیلات فاشیستیه. چرا؟ برای این که تمام اساس فاشیستی در جمهوری موجود در جمهوری انسان جمهوری اسلامی وجود داره. ولی ما ایرانی ها همیشه طرفدار آزادی بودیم. اروپایی ها بردهداری کردن، عربا بردهداری کردن، ما ایرانی ها هیچ وقت بردهداری نکردیم چون لایحه کوروش کبیر مخالفت کرده. بنابراین
به اسم ما ایران، ایران که در کتاب اوستا نوشته شده، ایران اون چیزی نیست که اروپایی‌ها ریختن به حلق ما، نمیدونم نژاد آریایی فاشیست، نمیدونم فلان، اون نیست. کلمه ایران که ایران امروزه یعنی سرزمین انسان‌های نجیب و مهمان نواز. این ما ایرانی ها هستیم و این افتخار ماست، نه رژیمی که در تمام دنیا داره می‌جنگه، تمام غذای بچه های ایران رو تبدیل کرده به چیزای لوازم جنگی و مباد که جنگ به وجود بیاره که ملت ایران رو دوباره سرکوب کنن، همونطور که خمینی در 8 سال اول ملت ایران رو سرکوب کرد تا قدرتش رو چیز کنه، در ایران بذاره. بنابراین من حالا همینجا دیگه تموم میکنم، برای اینکه میدونم وقت کمه، اما در این باره ها میشه خیلی زیاد صحبت کرد. علی، بسیار بسیار متشکر، واقعا اطلاعات ارزنده‌ای در اختیار همه بینندگان گذاشتید، بندم به سهم خودم استفاده کردم. حالا برمیگردیم خدمت جناب کوروش کلهور. جناب کلهور، البته شما مطالب و کلیاتش رو فرمودید و همینطور که عرض کردم، شاید لازم باشه ما برای تکمیل نظرات جناب عالی جلسات دیگری داشته باشیم. بنابراین خواهش میکنم که این پرسش شاید پرسش آخر باشه، دیگه فرصتی نخواهیم داشت. جناب عالی، در مدتی که براتون مقدور هست، شاید مثلا 5 دقیقه 6 دقیقه بفرمایید، بسیار سخته، ولی در هر صورت اگر بتوانید در این مدت بفرمایید خیلی ممنون میشم. و اون این است که البته این سوالی که من میکنم به طور ضمنی در اون بیانات اولتون فرمودید، ولی من منجزم میخوام سوال کنم که فرق اصلی بین ناسیونالیسم ایرانی و این شومونیسم که اینها این همه داد سخن میدن چیه؟ آیا اتکا بر نیروی ناسیونالیسم ایرانی مانعی وجود داره در راه خواستهای این تیره های گوناگون ایرانی مثل کرد و بلوچ و آذری و عرب و ترکمن، و یا در قالب ناسیونالیسم و با تساوی حقوق همه شهروندان ایرانی که در برابر قانون یکی باشند، که یکی از اون اصول و مبانی اساسی ناسیونالیسم ایرانیه، آیا اینها این ناسیونالیسم قادر نخواهد بود که تمام این خواستهای نیازهای اولیه این تیره ها رو برآورده بکنه، یا علارغم این باز هم اینا به دنبال فدرالیسم و خودمختاری و خودگردانی و تجزیه طلبی و زمان مادری و امثال هم میشن؟ میخواستم نظرتون بپرسم. البته به طور ضمنی اشاره فرمودید، میخواستم یک کمی بیشتر در این زمینه توضیح بدید. ما جمعا در حدود 5 دقیقه برای این کار وقت داریم. خیلی ممنون میشم جناب کلهور. سوال شما با همونطور که خودتون اشاره کردید به یک زمان بسیار بیشتری احتیاج داره، ولی برای یه تعریف و یک جواب بسیار کوتاه، من باید این دو تا سیستم رو با هم دیگه که سوء استفاده لیبرالیست ها از عناوین ناسیونالیسم و مقایسه و برابریش با شوونیسم هست، این دو تا سیستم رو من به صورت خیلی کوتاه خدمتتون عرض بکنم که چی هست. دموکراسی پایه‌گذار، با ناسیونالیسم ملی پایه‌گذار دموکراسی بود. پایه‌گذار مساوات در جامعه است. برابری شهروندان جامعه رو طلب میکنه. آسایش و رفاه و برنامه آینده واسه جامعه خودش تهیه میکنه. ناسیونالیسم ملی بر اداره کنندگان جامعه در برابر اداره شوندگان مسئولیت و جوابگویی دارد. در حالت شوونیسم نمونه کاملش این هستش که یک گروه کاملا مشخص بر نمایندگی یک ایده سیاسی یا یک عقیده مذهبی میان جامعه رو تحت اختیار خودشون قرار میدن. برتری یک قومی است،
بر کل جامعه. حال این دوتا از دوتا منبع مختلف سرچشمه میگیرن. شوونیسم میتونه فلسفه سیاسی باشه مثل کمونیسم، که طبقه کارگر و برتر بر هر کسی در جامعه خودش اومده عنوان کرد. شوونیسم میتونه ایده مذهب باشه، عیناً این چیزی که جمهوری اسلامی در ایران داره انجامش میده، این شوونیسمه. بر اساس یک ایده و داکترین مذهبی همه رو تحت انقیاد خودش قرار میده. یک سری ملا میان بر 80 میلیون جمعیت حکم روایی میکنه. اونها میگن هرچی که اینجا هست مال ماست، شما حقی در اینجا ندارید. دموکراسی که ساخت و پرداخته ناسیونالیزمه میاد مساوات و عدالت به وجود میاره در جامعه. حال اگر این مساوات برای یکایک افراد جامعه هستش، اقوام قومی ایران، مگه اینا ایرانی نیستن؟ موقعی که قانونمندی ناسیونالیست همه رو یکسان در برابر قانون میکنه، تمام مواهب جامعه باید بر اساس احتیاج این افراد تقسیم بندی بشه. یکی گفته که یک گروه معینی میخواد بر بقیه حکومت بکنه. اینها عناوینی نیست که این افراد به خاطر اینکه یه روزی نمیدونم یونانی ها اومدن اسم ایران رو گذاشتن پارس، که حکومت های ایرانی و امپراتوری های ایرانی از اونجا سرچشمه گرفته بود. آقا در تمام تاریخ ما اسم ما ایران بوده، 1000 سال پیش فردوسی متجاوز از 50 بار در شاهنامه عنوان ایران و ایرانی رو ذکر میکنه. ما ایرانی هستیم، ما پرژن نیستیم. نگاه بکنید به جامعه ما، بزرگترین سرداران و جنرال های ایرانی یا کرد بودن یا ترک بودن. اقتصاد ایران رو یا ترک ها یا اصفهانی ها یا یزدی ها میچرخوندن. اینا همه ایرانی بودن. شما در یک نقطه از ایران نمیتونید پیدا بکنید که یک آذری در اونجا زندگی نکنه. شما نمیتونید در هیچ کجای ایران پیدا بکنید که اقوام کرد در اونجا زندگی نمیکنن. نادرشاه افشار یکی از اقوام کرد بوده، کریم خان زند بزرگترین و اولین، یکی از بزرگترین و اولین امپراتوری های ایران، امپراتوری ماتا، اینا کرد بودن. ایران مال همه است در مساوات. ما یه مرز معینی داریم، در درون این مرز مردم ما زندگی میکنن. همه ایرانی هستن اگه بخوان ایرانی باشن. اونایی هم که نمیخوان ایرانی باشن، آقا ایرانی نیستن. من امیدوارم این توضیح کوچک جوابی به سوال شما که بسیار سوال بزرگی داده باشه. بله، بسیار متشکر، خیلی ممنون، متشکر. من واقعا سپاسگزارم. حتما یه برنامه دیگری در خدمت رو خواهیم داشت با دوستان دیگر که بتوانیم این مطالب ناگفته تموم بشه. من خدمت بینندگان عرض میکنم اگر نسبت به بیانات سرکار بانو زند کریمی و آقای کوروش کلهر و عرایز بنده نظری داشته باشن، لطف بفرمایید به این تلفن هایی که در روی صفحه مشاهده میفرمایید 650-619-76-23 و 832-277-7748 لطف بفرمایید، تلفن بفرمایید، پیام بذارید، در اولین فرصت پاسخ داده خواهد شد. سرکار بانو زند کریمی با عرض سپاسگزاری بسیار خدمتون به درود عرض میکنم. همینطور جناب کوروش کلهر، به امید برنامه های بعدی که در خدمتون باشیم به درود عرض میکنم. بسیار متشکر از هر دو دوستان گرانقدرم. Thank you.
مصدر دلاوران خاک بهروان گهواره آزادگان نوجوان ما بین حال جاودان نیک بدان دشمنان جهل و زهر و کین همی پراکنن این چنین مرگ و فرفشانن چون تیر آتشین ما میخواهیم آزادی جهد ما بسا میدهد به ما ندی شعله های خشم از ما ساخته از یک شاهی از بند و زنجیر و شلاق و دار ما نمی هراسیم از چکاچاک شمشیرها نیز از جا نمی گریزیم در حال آزادی را با چنگ و دندان گشاییم